بسم الله الرحمن الرحیم محسنین گرامی السلام علیکم و رحمت الله آرزو دارم که همیتان خوب و صحت مند باشی لکچر نهم مضمون پروستنتیک از مربوط به سمستر هفتم میشه که موضوع لکچر ما شما را معاینه یا خصوصیات معاینه مریض در بخش پروستنتیک تشکیل میده هر بخش یعنی چی بخش داخلی عمومی باشه جراحی عمومی باشه مثلا جراحی صدری بر خود خصوصیات خاصه به خاطر معاینه کردن مریض داره در بخش استوماتولوژی هم میتونیم در هر بخش از نظر از یعنی از لحاظ خاصی یا از نظر به ضرورت خاصی مریض خود به انواع مختلف معاینه یا مشاهده بگیریم از پیش اما در بخش پروستودنتیک هم یعنی نوع وصفی معاینه را به خود داره که ما شما میتونیم با چندین مسئله را باید در جریان معاینات پروستودنتیک بر علاوه از اینکه در دیگر بخش‌ها در نظر گرفته شاید نشه در اینجا جداگانه در نظر میگیریم که به صورت عمومی و موضوع اسم و تکمیل دوسیه تقریبا در تمام بخش‌ها یکسان میباشه اما در بخش پروستودنتیک بعضی از خصوصیت‌ها یا اسپسیفیکیشن یا اختصاصی بعضی گپ‌های اختصاصی وجود داره که جداگانه و در نظر گرفته میشن اولین و مهمترین مسئله در جریان معاینه مریض یا وقتی که مریض پیش ما شما مراجعه میکنه اولین و با ارزش ترین مسئله شناخت کافی از مریض است یعنی دکتر باید یک شناخت کافی از مریض داشته باشه که مریض یعنی مریض چه رقم یک مریض است مریض زیاد اندک رنج است مریض خوب یعنی با استعداد است و یا کن ذهنی داره اگر از این نگاه ها از مریض خود یگان معلومات کافی داشته باشه باز به خاطر تداوی از او بسیار اقدامات خوب کنه میتونه یعنی به خاطر تداوی از او بسیار آسان راه های آسان میتونه انتخاب کنه که در نظر گرفتن مسائل وقتی که از شناخت کافی و درست از مریض داشته باشیم باز در صورت ما شما میتونیم که مسائل روانی را که مریض داره او را تمامش خوب تر در نظر بگیریم یک دکتر باید دارای خصوصیت یعنی دارای خصوصیت خوب اخلاقی باشه یعنی دکتر باید دارای اخلاق بسیار خوب و عالی باشه در صورتی که دکتر دارای اخلاق خوب و عالی باشه باز میتونه با این کار خود یا در صورت داشتن اخلاق خوب باز یک رابطه بسیار خوب و قوی و مستحکم بین مریض و دکتر برقرار شده میتونه در صورتی که رابطه خوب بین دکتر و مریض موجود نباشه یعنی یک اعتماد درست و خوب مریض بالای دکتر نداشته باشه ولو که هر قدر تداوی منطقی هم بر مریض انتخاب شوه یعنی بهترین تداوی هم برش اگر صورت بگیره در صورتی که مریض بالای دکتر اعتبار نداشته باشه یا اعتماد دکتر اعتماد مریض خود حاصل کردن نتونه باز مریض چی میشه از تداوی ناراضی میشه و او تداوی پیش نتیجه نمیتونه ولو تداوی بسیار خوب هم باشه بعضی مریض‌ها هستن مریض‌های منطقی هستن که به خود دلایل خاص میگه یعنی ولو 6 سال یا 7 سال تحصیل دکتره با او یک دلیل منطقی خود برابر نمیکنه ولو که ما شما برش هر گونه دلایل برش میگیم که چطور است و چنین است اما بازم مریض به اونم دلایل منطقی خود کوشش میکنه که تداوی را رد کنه یا مریضای هستن که تمارض میکنه یعنی خود به شکل تمارضی میای یک مریضی را خود به یک حالتی میگیره که او اصلا واقعی نمیباشه و تمارض میکنه و این سبب بسیار زیاد مشکل جدی در تداوی میشه چرا که ما باید در جدی بخاطر تشخیص امراض ما شما وقتی از مریض مشاهده میگیریم مریض پرسان میکنیم چی تکلیف داری چی رقم درد است و ناراحتی از سوزش داره یا هم زخم یا چی و در صورتی که مریض تمارض بکنه در این صورت وصف درد و چیزا را نمیگه و اکثرا مریض ها بخاطر بدون از اینکه مریض باشن به شکل تمارضی به شفاخانه ها میآیه و یا میخواد که فامیلای خود را سرگردان بسازه اکثرا با شفاخانه ها مراجعه میکنه و بسیار با جنجال یک تشخیص در صورت میگیره که با یک تداوی های و در صورتی که تشخیص شوه که مریض تمارض میکنه باز بعضی از پروسیجر ها میشه در نظر گرفته شوه تا که مریض پس اقرار کنه به تمارض خود و همین مشکل حل بکنه و بعضی مریض ها بی تفاوت هستن وقتی که تداوی بر صورت میگره یعنی بسیار زیاد بی تفاوت در مقابل تداوی هستن یا مسائلی که دکتر برش توصیه میکنه چیزایی که برش پرهیز میده در مقابل از او بی تفاوت میباشه و بالاخره بازم در این تداوی نتیجه نمیده و مهمترین مسئله رو گفتیم که دکتر باید توجه مریض نسبت به تداوی جلب کنه یعنی دکتر توجه مریض قسمی جلب کنه که مریض باید اعتبار کنه که دکتر تقریبا از نظر روحی و روانی و همچنین از نظر تکنیک کاملا قادر است که این تداوی را یا این پروسیجر را در نظر ما اجرا کنه و این خاطر اگر اینی مسائل تمامش در جریان مشاهده مریض ابتدا در نظر گرفته شده باشه باز تداوی تقریبا تداوی خوب میآید یعنی در صورتی که مریض تداوی هم شوه تداوی قناعت بخش میباشه اما در صورتی که دکتر و مریض خصوصا مریض بالای دکتر اعتبار صحیح نداشته باشه و کافی نداشته باشه و یک رابطه خوب در بینشان برقرار نباشه در نتیجه ازی تداوی هیچ وقتی مریض توجه خود به تداوی جلب نمیکنه و در نتیجه تداوی ناقص یا بیهوده میباشه که در بخش پروستودنتیک ما شما سه نوع معاینه داریم معاینات سابجکتیو است معاینات ابجکتیو که بالای مریض صورت میگیره و بالاخره معاینات اختصاصی است که بعضی معایناتی است که میشه او را به مریض بدیم باز ان شاء الله در وقتش جداگانه بحث میشه
که اولین و مهمترین مثلا معاینات سابجکتیو هستن. معاینات سابجکتیو خصوصیات فردی مریض ابتدا میبینیم، اول اسم مریض میبینیم. اسم مریض به خاطر تکمیل نمودن دوسیه مریض ضروری میباشه. و وقتی که یک مریض به نامش ما شما به اسمش صدا میکنیم، یک نوع تاثیر روحی بسیار خوبی را بالای مریض میگذاره، که این هم یعنی از جمله مسائلی است که در موفقیت تداوی ارزش داره یا رول داره. وقتی که ما شما مریض به اسمش صدا میکنیم، این یک نوع تاثیر روحی خوب برای مریض میکنه و در نتیجه در موفقیت تداوی کمک کننده میباشه. و برلا میشه که به خاطر که دوسیه چند مریض از یکدیگر تشخیص و یا هم مریض چند مریض به شکل هم نام نباشه، به خاطر تشخیص دوسیهشان میشه که اسم پدر یا نام ولدشان هم ذکر شود. مسئله دومی سن است. سن مریض، در صورتی که سن مریض در دوسیه درج باشه، با یعنی مستقیم شما وقتی دوسیه مریض میخوانیم، بسیار به راحتی میفهمیم که امراضی که امکان نداره که در دوران طفولیت یا در دوران جوانی وجود بیاید، تنها امراض دوران پیری را میتونیم شما جداگانه تشخیص کنیم. یعنی در صورتی که سن مریض نوشته باشه که مریض 60 سال است، از اکثر امراضی که در سنین طفولیت وجود می آید و در سنین بلند وجود نمیآید، ما شما از او صرف نظر کرده میتونیم. یا در صورتی که سن مریض 20 ساله یا 22 ساله نوشته می باشه، ما شما از امراضی را که در سن 50 و 60 و 70 سالگی امکان داره وجود بیاید و ار تمام شه، رد میکنیم و صرف نظر میکنیم و زیاد سر از او توجه نمیکنیم. یعنی خوبی از این نوشته شدن سن می است، مریضایی که سنشان کم باشه یا بسیار خوب که پروتز سازش کرده میتونن، و مریضایی که سنشان زیاد است، کلانترین مشکلشون همی است که با پروتز سازش کرده نمیتونن، یعنی ساخت ساز کرده نمیتونن. اکثرا مریضایی که سنشان زیاد است با دلایل بسیار عجیب و غریبی را که پیش خود دارن، بالاخره پروتز رد میکنه و استفاده نمیکنه و او را دور میندازه. و در صورتی که معلومات از وضعیت روحیش به شکل مناسب ما شما داشته باشیم، اکثرا یعنی نیاز در مریضایی که سن بلند داره، ما شما باید از وضعیت روحیشان معلومات کافی داشته باشیم تا بالاخره کمک کننده در تداوی ما شما باشه. در سنای بلند مثلا یعنی همی خود خوبی سنه که وقتی ما شما پیش خود در دوسیه درج میکنیم، در سنین بلند چی است؟ امراض عمومی بسیار زیاد، امراض قلبی، امراض کلیوی موجود است در نزد مریضای سن بلند. در صورتی که سن یک شخص بلند باشه، ما شما مثلا امراض قلبی داشته باشه، به خاطر از او میتونیم که از انستیزی ادرینالین دار باید استفاده نکنیم، در صورتی که ضرورت به کدام پروسیجر جراحی باشه. یعنی یکی از اون خوبی های در سنین بلند، اکثر اشخاص دواهای مختلف را استفاده میکنه که بعضی اعراض امکان داره نشون بده، که از جمله مهمترین اعراضش خشکی جوف دهن یا زیروستومیا میباشه. زیروستومیا یا خشکی جوف دهن، وقتی جوف دهن ما شما خشک شود، و چون که لعاب دهن خاصیت شدهنده دندان ها را داره، وقتی که جوف دهن خشک شود، لعاب دهن کم شود، در نتیجه کم شدن لعاب دهن کریس به شکل بسیار زیاد وجود میه، خصوصا کریس بعد از پرکاری یا کریس های ثانوی بسیار زیاد وجود میه. و بالاخره در صورتی که شخص اگر دنچر هم استفاده میکنه، خود امی التصاق دنچر با بیره تحت از او با کمک لعاب دهن صورت میگیره، و در صورتی که خشکی جوف دهن باشه، باز اونم استیکاک وجود میاد و در نتیجه زخم ها را امکان داره در نزد شخص وجود بیاد. وقتی که سن بلند میشه، خاصیت الاستیسیتی جلد و اویا کم میشه، که هم زودتر زخم میشه و زودتر خونریزی واقع میشه. یعنی وقتی که خاصیت الاستیسیتی اویا کم شد، در نتیجه سی اویا شکنند میشه و زیادتر خونریزی های زود واقع میشه، که اکثرا خونریزی های تحت جلدی را شما در اشخاصی که سنشان بلند است میتونید ببینید. و دیگه امراض مثلا کم شدن حواس که برد از حس شنوایی، بینایی، حس ذائقه، حس بویایی یا حواسی هستن که تقریبا زندگی انسان ها را به آسانی شکل میده، یا زندگی انسان ها را به آسانی در زندگیشان مسیر میده و یا هم مشکلات شان در زندگی رد میسازه، حل میسازه. در صورتی که حواس از بین بره یا کم شود، بازم اون مشکلاتی را داره. کسایی که سنایشان بلند باشه، اکثرا مسائل بسیار سختی درک میکنن یا چیزی را نمیتونن دیده، و همچنان با بسیار صدای بلندتر باید امروشان صحبت شود تا که یک مسئله را بشنوه. اینی مشکلاتی است که در سنای بلند میتونه موجود باشه. و بیره های از یا اکثر نوزایماتوز میباشه یا پوندیگی یا احساس یا اوزایما یا اودیما میداشته باشه، و همچنان مسئله ریسیشن یا نشست بیره هم امکان داره زیادتر به خاطر برس های غلط امکان داره در اشخاص مسن یا سنین بلند موجود باشه. مسئله جنس، در مسئله جنسیت چیزی که بسیار ارزش داره هنمو عبارت است، و یعنی چرا ذکر میشه؟ به خاطر از اینکه بعضی امراض است که در جنس ذکور موجود است،
در جنس اناس موجود نیست. مثلا هیموفیلیا، هیموفیلیا در جنس ذکور موجود است، در اناس موجود نیست. یعنی وقتی که در دوسیه مریض جنس اناس نوشته باشه یا طبقه اناس نوشته باشه، ما شما هیموفیلیا رو مستقیم رد کرده میتونیم. هیموفیلیا یعنی امکان نداره که در او موجود باشه. و مثلا امراض که اون امراض کانسرهای اون قم، مثلا سرطان های سیریه، یا امراضی هستن که در طبقه اناس موجود هستن، صورتی که در دوسیه مریض طبقه ذکور موجود باشه، این دیگه کاملا رد میشه. یعنی نیاز به فکر کردن با اون طرف یا به این امراض نمی باشه. که در مسئله جنس و شروع بلوغ، یا که شروع بلوغ زیاد مهم است که در طبقه اناس زودتر واقع میشه، در دوران حاملگی مهم است، نه که بعضی از تداوی ها یا پروسیجر ها در دوران حاملگی اجرا نشه و دوران شیردهی اون رقم و عکس العمل و تخریبات دندان ها در جریان حاملگی تقریبا زیادتر می باشه، بخاطر که یکی امکان مراد کردن حفظ صحه کم میشه و بالاخره خود میتابولیزم بدن هم زیاد میشه، و بخاطر از اینکه استفراغاتی که در جریان حاملگی امکان داره صورت بگیره و در وقتی که اسید در محیط جوف دهن قرار میگیره، در نتیجه تخریبات دندان ها رو سبب میشه. محل سکونت چی خوبی داره؟ محل سکونت اول از نظر بعضی تداوی های طولانی مدتی که به چندین به 5 جلسه و 6 جلسه آمدن مریض ضرورت میباشه، اول محل سکونت به خاطر از او ارزش داره که ما شما بفهمیم که آیا این مریض ما شما میتونه بر تداوی ما شما مراجعه کنه 3 4 جلسه یا 5 جلسه یا نه. اولین ارزش شما است. دیگه مسئله بسیار مهمش ما آب و هوای از منطقه است، که آب و هوای بعضی مناطق میشه که بعضی امراض به وجود بیاره. مثلا در مناطق کوهستانی اکثر مریضی اسکروی یا کمبود ویتامین سی میباشه. میتونیم این یعنی تفاوت شده نظر بگیریم. در مناطق کوهستانی مثلا موجودیت آب و فلوراید در آب کم میباشه و در نتیجه همون تخریباتی که به نام فلوروز دندانی یاد میشه و در اسکلت بدن به نام اسکلت الفلوروز زیاد میشه یا به وجود میاره، که در دندان ها بالاخره سبب هایپوپلازیای مینای دندان ها میشه. در صورتی که مینای دندان ها در صورتی که کم باشه، اگر در صورتی که کم باشه هایپوپلازیای مینای دندان ها رو سبب میشه. در صورتی که زیاد شوه مقدار فلوروز در جریان تکامل دندان ها، این سبب چی میشه؟ سبب دنتال فلوروز میشه، که تمام از یا میشه که بسیار براحتی به خاطر از اینکه ما شما محل سکونت رو در نظر گرفتیم. بعضی امراض که در مناطق بحری به وجود میتونیم با آسانی رد کنیم، کسایی که در مناطق کوهستانی زندگی میکنن. و به می ترتیب وظیفه مریض، وظیفه مریض از نظر مسئله اقتصادیش هم ارزش داره، که آیا مریض اونم تداوی که ما شما برش پیشنهاد میکنیم امکان از نظر اقتصادی امکان از اجرای تداوی داره یا نداره، هم از این نظر ارزش داره و از نظر نوع وظیفه ارزش داره. کسایی که در شیرینی پزی مثلا کار میکنه یا کسایی که در سوپرمارکت ها کار میکنه، ایو اکثرا مواد غذایی شیرینه، خصوصا مواد غذایی چسبنده هم میباشه بسیار زیاد استفاده میکنن، و کسایی که در سوپرمارکت ها کار میکنن اکثرا این مریض اکثر این اشخاص کار را که میکنن عبارت از این است که نوشیدنی های گازدار یا انواع آب میوه ها را که استفاده میکنه که اکثرا خاصیت اسیدی داره، زیادتر دندان های زیاد در معرض خرابی قرار میده. و وظیفه از این نظر به نوعیت تداوی ها میشه فرق کنه. مثلا کسایی که وظیفه مثلا کسایی که نطاق میباشن یا سخنگوی میباشن و همچنان گوینده تلویزیون ها میباشن، در اونجا زیبایی زیاد اهمیت داره. بنان نظر به وظیفه در اونجا میشه که نوع تداوی را هم متفاوت تر بسازیم. یا نوعیت ساخت پروتز، در صورتی که پروتز به مریض میسازیم، کسایی که گوینده باشن به اون زیبایی ارزش داره و مهمترین مسئله پیشتان میباشه. به همین دلیل این مسائلی است که به خاطر میشه که وظیفه را وقتی که ما شما درج دوسیه میکنیم تمام این گپا را در نظر داشته باشیم. و وضعیت اقتصادی و اجتماعی مریض، که وضعیت اقتصادی از این مستقیما ارتباط به پرداخت اونم هزینه تداوی داره، و بالاخره کسایی که اداره سوی اقتصادی پایین هستن یا اقتصاد ضعیف دارن، این اشخاص به خاطر فقر و به خاطر بیچارگی اونم مواد غذایی لازمی را که امکان داره که گرفتن نتونن یا به دست آوردن نتونن، که این هم سبب مشکل میشه برشان. و بعضی امراض میشه که از سر کمبود کلسیم و ویتامین دی میشه که امراضی به وجود بیاد نزد از یا تمام او میشه که بسیار براحتی در نظر گرفته شد. تاثیرات روحی مریض در نظر میگیریم و بیشترین تخریباتی که در مشاهده مریض دیگه چیزی را که در نظر میگیریم تاثیرات روحی است، که بیشترین تخریبات در کسایی که از نظر روحی و روانی مشکل داشته باشه، بیشترین تخریبات دندانی در اونجا واقع میشه، هم در صورتی که مریض دندانهای خلفی خود از دست بده. یک فرو رفتگی در قسمت رخسار مریض دیده میشه، که وقتی فرو رفتگی را که به وجود آمد یک سر مریض برش زیاد تشویش میکنه و در نتیجه تشویش مریض افسرده میشه. در صورتی که دندان های قدامی مریض نباشه، از نظر زیبایی وقتی که مریض خنده میکنه یا سخنرانی می یا گپ میزنه، چون که جوف دهنده مریض دید قرار میگیره و باز هم برش مشکل ساز میشه، یا هم مریض از این آزرده میشه و بالاخره
این مریض ها اکثرا منزوی میشن، یعنی در خانه میشینن و در مجالس و در سخنرانی ها و مثلا در سر استیج آمدن این کار اشتراک نمیکنن و بالاخره تمام اینا سبب میشه و یا هم تمام اینا دست به دست هم میتن، مریض افسرده میشه. وقتی مریض افسرده شد دیگه هم از سر افسردگی دواهای ضد افسردگی را که استفاده میکنه، خود افسردگی هم سبب کم شدن افرازات میشه و دواهایی را که استفاده میکنه او هم زیادتر سبب کم شدن افرازات میشه که مهمترینش افرازات جوف دهن است یا لعاب دهن است. وقتی که افرازات لعاب دهن کم شود در نتیجه مریض به معرض خرابی زیادتر دندان ها یا زیادتر دندان های مریض تخریب میشه یا از بین میره. علت مراجعه مریض باید فهمیده شود که مریض به کدام دلیل پیش شما مراجعه کرده، آیا قبلا مریض از پروتز استفاده کرده یا نکرده، در صورتی که مریض از پروتز استفاده کرده آیا راضی بوده یا نبوده، پس وقتی که باز مراجعه میکنه دلیلش چی است، آیا از پروتز رضایت نداره، دلیل ساخت پروتز جدیدش باید فهمیده شود که چی است، در صورتی که مریض رضایت مثلا در جریان جویدن غذا پروتز لغ می باشه یا حرکت میکنه میشه که چی مسئله چی دندان دندان ها به شکل لازم صورت نگرفته باشه، یا هم در وقت سخن گفتن یا در تکلم در صورتی که پروتز حرکت میکنه یا سبب فشارهای اضافی میشه که فرینولوم ها قسمت های فرینولوم ها آزاد نشده باشه به شکل درستش، و یا هم در صورتی که پروتز خط آب پایین تر یا دورتر یا بلند یعنی خط آر در صورتی که عبور کنه پروتز، در اینجا احساس تهوع یا دلبری بر مریض امکان داره زیاد رخ بده، چرا وقتی که خطا را عبور کردیم در اونجا مسئله پروتز ها وقتی که زیاد طولانی تر ساخته میشه در بعض نقاط از بدن وقتی که در اونجا قرار میگیره سبب احساس تهوع یا سبب تحریک دلبدی ها میتونه شه، و در صورتی که خط آ را مثلا عبور کنه وقتی که مریض سخن گپ میزنه یا هم تنفس میکشه یا در جریان جویدن غذا حتی سبب میشه که پروتز لغ شوه یا بفته، در صورتی که پروتز زیاد با واسطه کلاسپ ها در قسمت قدامی محکم شده باشه سبب تخریبات سبب زخمی شدن قسمت های کام نرم و کام سخت شده میتونه. در جریان مشاهده چیزی را که در نظر میکنیم دنتال هیستوری یا تاریخچه دندانی زیرا وضعیت دندان ها را در گذشته مورد ارزیابی قرار میدیم، دندان ها یکی بیره مریض چی رقم حالت داره، دندان ها در گذشته چی رقم بوده، فعلا وضعیت دندان ها چی رقم است، و همچنان دندان هایی که اکسترکشن شده تاریخ اکسترکشن شده حتی دلیلشان بفهمیم خوبتر از بر ما شما در تداوی های آینده زیاد کمک ساز می باشه. چیز دیگه که در نظر میگیریم میدیکال استوری یا تاریخچه طبی را در نظر میگیریم، کسایی که بعضی امراض دارن مثلا کسایی که سنشان بلند باشه بعضی امراض دارن مثل اختلالات عصبی مثلا مریضی پارکینسون داره، کسایی که پارکینسون داره دستشان یک رعشه یا لرزه می داشته باشه که این امیر اشعه و لرزه امکان داره در جوف دهنشان حتی موجود باشه، یعنی در عضلات جوف دهنشان موجود باشه که یک مشکل جمعی است که یا افرازات لعاب دهنشان زیاد می باشه یا مشکل ساز به خاطر ساخت جنجر و امکان داره کمی لرزه یا رشیشان که در قسمت جوف دهنشان موجود است یا هم در گیر و ثبات پروتز مشکل ساز شوه. کسایی که مریضی های دیابت یا شکر داره این مریض هم مشکلشان همی است که امکان داره زخم های بسیار زیادی در جوف دهنشان تولید شود، در صورتی که اون پروسیجر جراحی نیاز باشه در یا باید مریضی شکرشان یا دیابتشان در نظر گرفته شود، و وقتی که پروسیجر های جراحی گفتیم اجرا میشه در نظر گرفته میشه و خود دنچر امکان داره که در مریضایی که دیابت یا شکر دارن سبب چی شود، سبب ایجاد زخم ها شود، چرا که جلد خود سیستم معافیتی می جلد وقتی پس زخم ترمیم میکنه اینا می کم میشه. کسایی که امراض قلبی داشته باشه مثلا در جریان اکستراکشن ها مرسه از انستیزی های از انستیزی ادرنالین دار باید استفاده نشه، کسایی که فشار بلند داره وقتی که کدام پروسیجر اجرا میشه بالایشان باید فشارشان مورد نظر قرار بگیره یا مورد کنترل قرار بگیره، در صورتی که قرار نگیره باز میشه که خونریزی های شدید در نزدشان واقع شود و دکتر باید طریقه انتقال انتان شرط از سپسی و انتسپسی را که خود مریض دکتر خودش خود محافظت کنه و همچنان مریض خود از مشکلات یا هم از انتقال انتان مریض خود محافظه کنه تمام این را باید بفهم، یعنی کاملا شرایط تسیبسی و انتسیبسی را باید مریض بشناسه و بالاخره مریض باید از شرایط تسیبسی و انتسیبسی را بشناسه و هم خود و هم چنان برای خود محافظت بکنه، پرسنل خود هم چنان محافظت کنه و مریض هم از انتقال انتان باید محافظه کنه. تاریخچه دوایی مصرف بعضی دواها است که امکان داره سبب بعضی مشکلات شود، مثلا کسایی که دواها را مثلا آنتی هیستامین ها را استفاده میکنه، کسایی که آنتی هیستامین ها را مثل هایوسین استفاده کنه به شکل طولانی مدت در نزد از یا زیروستومیا یا خشکی جوف دهن به وجود میاد، کسایی که دوز بلند شعار به خاطر
تداوی کانسرها یا سرطانهای قسمت اون استفاده میکنه. در نزد از واه هم امکان زیاد ایجاد زیرستومی یا خشکی جوف دهان میباشه. کسایی که دواهای مدرره مثلا اسپایرون لکتون استفاده میکنه، کسایی که فوراسماید مثلا استفاده میکنه، این اشخاص هم به خاطر از اینکه دواهای مدرره یا ادرارآور استفاده میکنه، این دواها سبب خروج یا دواها سبب میشه که خروج مقدار زیاد آب از بدن ما شما صورت بگیره و در نتیجه خشکی جوف دهان بازم بوجود میاد. و کسایی که انواع اسپرین های قابل حل استفاده میکنن، یا هم اشخاصی هستن که چون پلاتلت ها را کم میکنن یا مسئله علقه شدن خون کم میسازه، امکان داره که لخته شدن خون چی بشه و به اینجا به مشکل پیش و در نتیجه زخم ها در جوف دهن مریض بوجود بیاد. ماینه اکسترا اورال، این ماینات سابجکتیو بود که ما شما اون مسائل باید در ماینه سابجکتیو وقتی که واسه مریض مشاهده میگیریم در نظر بگیریم. ماینات ابجکتیو دیگه مایناتی است که بالای مریض اجرا میشه و با واسطه جس کردن و تفتیش و جس و قرا و غیره کارها دیده میشه، که در جمله ماینات ابجکتیو اولش ماینه اکسترا اورال است. در ماینه اکسترا اورال تناظر وجه در نظر گرفته میشه، آیا که دو طرف وجه با هم دیگه متناظر هستند، یعنی یک طرف وجه کشیدگی یا همچنان مشکل دیگه داره و یا هم نداره. ارتفاع وجه را در نظر میگیریم، آیا هم ارتفاع سه قسمت که ارتفاع قسمت جبهی است و ارتفاع قسمت تنفسی و همچنان ارتفاع قسمت هضمی است، آیا تمام یا با هم دیگه مساوی هستن یا اون تناظر خود داره یا نداره. در صورتی که ارتفاع قسمت هضمی کم باشه ما شما میفهمیم که تحلیل هضمی زیادتر واقع شده. لب مریض در ماینه اکسترا اورال در نظر میگیریم که آیا لب ها شکل نرمال و عادی خود داره یا نه، تناظرشان درست است یا نه، موجودیت کدام ندبه است، کار و هم کدام کتله چیز موجود است یا نه، تمام اینا باید در نظر گرفته شود. زاویه بینی در نظر گرفته میشه که زاویه بینی با لب، این زاویه است که بینی با لب ما شما میسازه و این زاویه در صورتی که کسایی که دندان هایشان رتروکلینیشن داشته باشه به طرف خلف تمایل داشته باشه، این زاویه زیاد بزرگ میشه، در حالت عادی زاویه 90 درجه است. کسایی که دندان های پروکلینیشن داشته باشه یا دندان ها به طرف قدام تمایل داشته باشه، این زاویه چی میشه؟ حاده میشه یا خردتر میشه، این باید در نظر گرفته شوه. وقتی که مریض باید دهن خود بسته کنه، یعنی همی که ما شما معاینه میکنیم که آیا مفصل از این حالت نرمال داره یا هم نداره، دندان ها آیا به شکل لازمش بالای یکدیگه استقرار میکنه یا قرار میگیره یا نمیگیره، در نظر میگیریم که آیا استقرار یا قرار گرفتن دندان ها قبل ساخت پروتز امکان داره یا هم اوکلوژن پس ساخت اوکلوژن یا برقراری اوکلوژن بعد از اینکه پروتز ساخته شوه امکان داره، تمام اینا رو باید در نظر بگیریم. و ماینه عقدات لنفاوی است که ماینه عقدات لنفاوی با جست کردن عقدات لنفاوی ناحیوی قسمت آن قوی ایر ما شما به خاطر که به جوف دهن ارتباط زیاد داره ماینه میکنیم. ماینه عقدات لنفاوی به این ترتیب صورت میگیره، با واسطه میشه خلف مریض قرار بگیریم و با واسطه هر دو دست خود عقدات لنفاوی شونه ماینه کنیم و بالاخره ماینه مفصل هم با واسطه پروسیجر خاصی به خود داره در خلف مریض استفاده میشیم و انگشت ایندکس خود یا دو انگشت خود در این مفصل قرار میدیم و از مریض خواهش میکنیم که دهان خود واز بسته کنه و در صورتی که مفصل کدام بندش در جریان یا در حرکت خود کدام بندش داشته باشه او را میتونیم تشخیص کنیم. ماینات انتراورال، ماینات انتراورال مایناتی است که با واسطه آینه یا دنتال میرور، دنتال تویزر و دنتال پنست صورت میگیره. در این ماینات باید تمام داخل محیط جوف دهن ماینه شود، یعنی هر مریض ما شما وقتی که مراجعه میکنه نیاز نیست که ساحه را که مریض ما شما نشان میده فقط او را ماینه کنیم، تمام جوف دهن مریض باید ماینه کنیم و امکان داره که بسیار مشکلاتی را که در آینده خطرناک میشه برای مریض ما شما در بسیار به سادگی برش رد کنیم. در ماینه داخل جوف دهن غشای مخاطی جوف دهن اول مورد نظر میگیریم. اولین و مهمترین مسئله در ماینه جوف دهن مسئله حفظ صحه است. اول ما شما از نظر حفظ صحه در نظر میگیریم که آیا مریض حفظ صحه لازمه و ضروری داره یا هم نداره. و بعد در ماینه غشای مخاطی جوف دهن غشای مخاطی تمام قسمت ها را بیره را رخسار لب ها را و کامه که آیا رنگ مناسب خود داره یا نداره، موجودیت کتله پوندیدگی یا فرو رفتگی یا اتروفی تمام یا باید در نظر گرفته شود و تمام حالت های پاتولوژیک باید مورد توجه قرار بگیره و بالاخره به خاطر تشخیص و تداوی از او باید کار صورت بگیره. بیره یا چسبندگی یا التصاق درست خود با عظم و همچنان با دندان ها داره یا نداره، در صورت موجودیت امراض در پاکت پریزنتال امکان داره که التصاق بیره با عظم از بین بره یا هم در بعضی امراض دیگر در نظر می مثلا آفتوز در نظر می گیریم آیا موجود است یا نه. وضعیت پریزنتال دندان ها رو در نظر می گیریم که دندان های تمامشان اما استحکام یا
استحکام یا امو گیرش کافی خود در جواب دهن داره یا نداره. در صورتی که لغ باشه دندان هایی مثلا در نظر میگیریم که به خاطر ساختن پروتز بعضی دندان ها ضرورت به اکسترکشن داره، او را اکسترکشن میکنیم. دیگه پلاک و کلکول است که امکان داره موجود باشه یا تغییر رنگ در بیری دندان ها موجود باشه، تمامشان را در نظر میگیریم. و دندان ها معاینه دندان ها هم با واسطه دنتال میرور، دنتال پانسد و دنتال تویزر صورت میگیره که با خاطر معاینه کردن دندان ها از طرف راست اولوی یا از طرف کوادرانت اول شروع میشه، بالاخره به طرف راست فلی ختم میشه. به شکل منظم با واسطه دو آینه ما شما تمام داخل جوف دهن رو میبینیم، دندان ها را دانه به دانه، سطح اوکلوزال شان، سطح بوکال و سطح پلاتینال تمام دندان ها را و تا هر توان سطح پراکسیمال شان هم ارزیابی میکنیم. و مسئله مهم بافت دندانی است و استقرار یا اوکلوژن دندان ها که دندان ها بالا هم دیگه قرار می گیرند. آیا دندان ها به شکل لولینگ و الاینمنت منظم خود در هر قفس داره یا نداره؟ وقتی که دندان ها بالا هم دیگه قرار می گیرند، آیا اوکلوژن شان تروماتیک است یا اوکلوژن درست و مناسب است؟ وضعیت دندان ها را از نظر بافت در نظر می گیریم که آیا دندان ها کراودینگ داره، بی نظمی داره، پروکلینیشن داره یا رتروکلینیشن داره، تمام اینها را در نظر می گیریم. شکل دندانی رای دندان شکل نرمال خود داره یا نداره؟ مایکرودنشیا است، دندان های بزرگتر از اندازه، خردتر از اندازه عادی. ماکرودنشیا یا دندان های بزرگتر از اندازه عادی، تمام اینا باید در نظر گرفته شود. رنگ دندان ها در نظر گرفته شود که آیا دندان ها هم رنگ مناسب و لازم خود داره یا هم نداره. انومالی های دیگه که امکان داره در دندان ها واقع شود، دندان های با هم چسبیده و انواع دیگه فیوژن و غیره، دیلاسریشن و غیره، تمام اینا رو میتونیم در نظر بگیریم. مواد پرکاری قبلی رو بالاخره، مواد پرکاری قبلی در صورتی که موجود باشه او رو در نظر میگیریم که آیا مناسب است یا غیر مناسب است، ضرورت به پرکاری بعد دوباره موجود است یا نیست، تمام اینا باید در نظر گرفته شود. و دندان ها در بعضی حرکات دندان ها داره که تمام اونا رو باید در نظر بگیریم که حرکات فیزیولوژیک است و حرکات پاتولوژیک. حرکات فیزیولوژیک دندان ها مطالعهش مشکل است و ممکن دندان ها حرکات فیزیولوژیک کم بیش خود آهسته آهسته به مرور زمان داره، یعنی اکستروژن اضافی دندان ها میکنه، اما حرکات پاتولوژیکش امکان داره دندان ها به شکل منظم قرار نداشته بلکه حرکات قدام و خلف کم بیش داشته باشه یا حرکات اطراف اضافی را داشته باشه، حرکت عمودی داشته باشه، یعنی اضافه تر اکستروژن داشته باشه، یا هم دندان امکان داره با محور خود تداور یا روتیشن داشته باشه، تمام اونها باید در نظر گرفته شود. برجستگی های قسمت الویول در نظر گرفته میشه که آیا کدام کریستاف یا کدام قسم بارزه از می اضافی موجود است، یعنی در صورتی که موجود باشه باید دور شود یا جدا شود، به خاطر که در جریان وقتی که پروتئین ساخته میشه اون قسمت ها سبب ناراحتی برای مریض شده میتونه. معاینه قوس دهنی را در نظر میگیریم که در معاینه قوس دهن مریض اندازه قوس در نظر میگیریم، قوس اندازه عادی را، یعنی تناظر با مو اندازه مناسب با جوف دهن مریض است، یعنی آیا هر دو قوس با اندازهشان مناسب است و با مو ترتیب قرار میگیره باید قرار میگیره، یعنی موجودیت توروس مگزیلا یا هم مندیبولا و نمو یک هایپر پلازیا نسجی است، توروس مندیبولا که شکل سلیمش است در وجود می امکان در جریان نشست دنچری مشکل ساز میشه، او را باید در نظر بگیریم. و فرینلوم های لبی را باید در نظر بگیریم که التصاقشان درست است یا نه. معاینه زبان، در معاینه زبان هم اندازه زبان در نظر میگیریم که آیا زبان از این مریض هم اندازه مناسب داره یا در صورتی که زبان بزرگ باشه باز در جریان نشست دنچر مشکل ساز میشه. و همچنان تاثیر زبان با از دست رفتن دندان ها در نظر میگیریم. و بالاخره لعاب دهن مریض مورد ارزیابی قرار میدیم که لعاب دهن چون که شستشو دهنده دندان ها از صورتی که لزوجیتش یا غلظتش زیاد شوه، شستشو دهنده خاصیت شستشو دهنده خود از بین از دست میته، و یا هم در صورتی که کم شوه بازم خاصیت خود از دست میته و در نتیجه گیرش مواد غذایی و هم مشکلات زیادی به وجود میاد که بالاخره سبب تکلیف و هم ناراحتی مریض میشه. و در جریان در صورتی که لعاب دهن کم باشه باز در جریان قرار گرفتن دنچر هم در جوف دهن مریض مشکل ساز میشه و زخم ها را ایجاد میکنه، چرا که استیکاک زیاد میشه. اگر لعاب دهن زیاد هم باشه باز هم مشکل ساز است، چرا که به مریض مشکل ساز میشه و در نتیجه از او دنچر به لغ شده، یعنی به افتیدن دنچر امکان داره که بی انجامه. از توجه شما یک جهان تشکر.